سلام او درناوي پافونستان کې د حکومت د ننه د اختلافات دا دا او لړۍ د مليوالي حکومت له جوړېدو وروسته هغه څو چې په وروسته پافونستان کې بیلګې ولیدل شوې له هغه وروسته د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبد الله عبد الله یعنی ولسمشره ویجرای رئیس ترمنس کا شاله تقریبا په ظاهري ډول پایتور رسیدې ورفسي د عطا محمد نو سلسله له هغه وروسته رمنس شو چې د جنرال عبدالرشید دوستم قاضي الله خپل ځای پاتوه د عطا محمد نور د ګوخه کېدو یاد هغه د استعفاده منلو امر د ولسمشر له دفتر راوت او په دغه شرایط کې به حلته د عطا محمد للوري خبرګونې څبل ډول کولای در عطا محمد نور وایي د استعفاده شرایط له مخې ور کوي دا او حتی اوس خو وایي چې دا د عبد الله عبدالله, عبدالله حق تو چې غوختلې دایل واکل لري شل فیصد د اشرف غنی او اتیا فیصد د ډاکټر عبد الله عبدالله, عبدالله. حتا واچې د د ولایت لری کړی خپاین حالت کې هغه وي تر هغه چې په سولیس ډول باندې د لواکل نکړي هیڅ چاته اجازه ور نکړي په تازه مواردو کې آتا محمد نور تور پوری کوي چې د ملي امنیت او ملي امنیت شورا لخوا په ګړه د وزیر محمد اکبر خان لسمه د هغه کورونو څخه واصلوال برخ تلې ګل کیږي چېره حکومت ته منسوب ډلې وسیږي په دې موریت کې مشخصو کسان نوم هم حاخېسه او پهیني حالت کې هغه ویلي دی چې د بلخ د نامنکول لپارات سټول کې د شیدا حادثه دوام پیدا کوي مو غوړو په هم دې مورچ واقعا د ملي امنیت او ملي شورا له خوا د بلخ د نامنۍ حادثه کنا باراک چې وڅلڅل روانه ده مو غوښتي په دې بحث کې را سره نور مېل معنا هموسی هم خو هغه څوک چې حاضر دي ښاغله فایز محمد فرحمنده چې دوی د پاهنتون او استاد دي مو بغاړو چې د دوی څخه د عطا محمد نور په دغه ورسه او سرګندونو بحث ولرو جناب فرحان صاحب خېل خوش اومدین تشکر مې کوم چې دعوت مې را پذیرفتین سلامت باشی آقا نور در سخنانی اخیرش میگویت چې شورای امنیتی ملی و ریاست امنیتی ملی دسته یکي کرده و حکومت سعی دارد تا در ولایت بلخ نامنی ها ایجاد شود در وزیر اکبر خان خانه هایی هستند که از آنجا افراد مسلح شده به بلخ فرستاده میشه نظر به کدام عوامل و شواهد آقای نورین صحبت ها را کرده خب سلام بر شما و محترم تلویزیون نیوز آقای نور اولین شخص نیست که تا به اکنون در طول و خصوص به دوره حکومت وحدت ملی انتقادهای خود از پایگاه مخالفین در شهر کابل داشته باشه شما شاید استن که آقای کرزای و دیگه سیاسیون برجسته ملی افغانستان در طول دو سه سال انتقادهای خود از حکومت وحدت ملی داشتن که گویا وقتی مردم اعتراض کردند روی عوامل ناامنی به خصوص در مرکزی افغانستان که چگونه انتاریا به داخل افغانستان سرازیر میشن که انتقادات تنها امروز از, یک آدرس مشخص از, 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 از استاد محمد نور مطرح نیست که در طول دو سه سالی که گذشت ما خیلی انتقادا و شواهدی را که از طرف وقتی که امروز یک, یک شخصیت برجسته ملی افغانستان اگر ایکز یا جناب استادتم زاهر قدیر و اسماعیل خان افراد و اشخاص دگی که در رس نظام بالاخره من حیس سیاسون بزرگ حکومت نظام قرار دارن اینا همیشه وقتیکه صحبت میکنن حتما شواهد و بحثی وجود دار و همزماناوچرا شواهدی که, که اینها در دست دارن بدون ارائه این شواهد همچنین سخنانی میکنن قبلا گفتین که این بار اول نیست ول فکر نمیکنن کهاینبارخی اجازه که گرنگ و, و که کردن ادعای که کردن گرنگ هست و همه بر مستند مسند بر حقایق روزگاری که امروز متاسفانه در شهر کابل ما شاهد هستیم افغانستان که چگونه از ملت افغانستان اینا خون میگیرن و قربانی میگیرن اینا. هر روز امی گروه تروریستی که با در دا داخل افغانستان به خصوص در شهر کابل امروز شما دیدین که در طول یک سال گذشته موتر با بم موتر پر از بم و مواد انفجاری دا داخل شهر کابل در بغل گوش جناب اشرف غنی می انفجار حتما جایی است که اینا استفاده میکنن حتما کسایی هستن و موقعیت های که میشن امروز شما دیدین که آقای عطا محمد نور مشخصا از از دروازه های کوچه های وزیر اکبر شما موافق هستین با این امروز ما بر بر مسند عقایق روزگار می شهروندی افغانستان موافق به این هستیم که دقیقا وقتی که امروز شما اجازه بدین که وقتی یک شهروندی افغانستان اگر من تو هستیم به جاده های کابل گذار میکنیم اگر با موتر هستیم چک امنیتی همیشه, همیشه هم از ما شما پاسپورت میگیره میکن. تلاش میکنه حالا نه، همیشه وقت در افغانستان انفجار انتحار بوده حالا آقای نور وقت ادعا میکنه که ریاست امنیت ملی و شورای امنیت در این موارد دست دارن از کجا می دانن؟ خب یا شواهد این موارد شما ببینید که متاسفانه همیشه گفته میشه که در افغانستان حکومت هست نظام هست اما از طول تاریخ تا به اکنون و به خصوص در ده 15 سال و به خصوص در سه سال اخیر که ما تجربه میکنیم حکومت بر مسند زور تجاوز تبعیض ستم و با حمایت خارجی ها بر مبنای یک سلسله برنامه‌ای که از قبل برشان تعیین شده امروز کار میکنن هیچ و اراده و ممثل آقای نظر به کدام با شواهد باید این چنین ادعای صورت بگیره نظر به شواهدی که امروز شما ببینید امروز وضعیت مردم افغانستان به چه حالت است شما دانشگاه دقیقاً همچنین صحبت میکنین آیا میدانین چی میگین ما دقیقاً میدانم چی میگم امروز شما سگ چگونه میشود ثابت کرد امروز آدیسه که دیروز در یکی از رسانه یکی از پایگاه رسانه ای افغانستان که رخداد بیشتر از یک و نیم ست نفر زخمی و شهید دادیم این مسئولیتش به کی برمیگردن این حتما از جای هستند حتما همچو افراد و اشخاص و در جای در دا داخل حکومت و در دا داخل شهر کابل و ولایت های دیگه با حمایت کشورهای بیرونی به خصوص اجازه بده از این است که حتما این چونی است. ات... محض ادعا بیشتر محض چیز خاص ادعا و, و یا آیا شواهد نیاز است به همچنین ادعای قدی که از طرف آقای نور شواهد که آقای نور یا دیگه شخصیت برجسته ملی افغانستان مد چیزی را مطرح می سازند حتما شواهدی وجود است و فراموش نکنید حتما اگر شواهدی شما دیدین امی من شما دیدین من من یک استاد دانشگاه و یک شهروند افغانستان وضعیتی که امروز بالای ما است خودش بیانگر یزی است که در دا داخل حکومت افغانستان یک سلسله مسائل جریان دارد نخست می خواهم را... آشکار آقای فرحمن شما گفتین شما میخواین من حیث استاد دانشگاه صحبت بکنین آیا ربط با جمعیت اسلامی افغانستان دارین آیا به نمایندگی عطا محمد نور حالا صحبت میکنین یا من حیث یک فرد به من یک استاد دانشگاه یک شهروندی افغانستان و یک شهروندی که دفاع از حق و حقوق مردم افغانستان میکنه امروز شما فراموش نکنین که دفاع از عطا محمد نور وظیفه هر شهروندی افغانستان است که امروز استاده شده در مقابل ظلم و استبدادی که علی مردم افغانستان استبداد. استبدادی که هر روز از مردم جان میگیره استبدادی که هر روز از ولی آقای نور در مورد این استاده نشده آقای نور میگوید که من من حیث والی میمانم من حیث والی میمانم به دلیل ازی که اگر وضعیت افغانستان از 16 سال اخیر به همین روال پیش میره این سخن جداست که در سالهای اخیر چی گونه شده ولی آقای نور بعد از آن که استعفایشان قبول شده از طرف رئیس جمهور این چنین را با خود گرفت استعفای محمد نور بس امروزی نبوده که قبول شده باشه بسی که در جریان مذاکره که عطا محمد نور با طرف مقابل ارگ داشتن به خاطر گذار از وضعیت بحرانی کشور آنچنانی که تفاهم حکومت وحدت ملی بین دو تیم تطبیق نشود عطا محمد نور منهج طرف معادله داخل معامله میشه و اینجا یک سلسله مسائل تبادل میشن بین هر خود تا محمد نور رئیس رئیس جمعیت اسلامی افغانستان ولی حالا که من حیث رئیس مطرح نیست آقای فرامت من حیث والی یک ولایت مطرح که استعفاش قبول شده حالا آقای نور شما چرا باید بچوکی با خود تکیم بزن؟ اجازه شما از, از, از آدرس یک رسانه وقتی که صحبت میکنیم به طرفی خود و استقلالت خود حفظ بکنین اتا سوال است که از طرف افکار آمد افکار اجازه بتین شما من دانش دانشگاه صحبت میکنیم اجازه یا از طرف اجازه محمد نور؟ ما یک استاد دانشگاه و یکی از امیای عطا محمد نور آنچنانی که منیس یک فردی که به خاطر ظلم و استبدادی که ما بالای ما, ما شهروند افغانستان امروز حاکم شده استاده شده و وظیفه هر شهروند است به شمول ما که امروز اون چی که حقایق است باید بای بالای و بس صحبت و صحبت و از این اجازه بدید من هر یک اگر آقای فرامن صحبت میکنین من هر آیا قانون افغانستان مطرح است اینجا قوانین دیگر نافذ کشور مطرح است یا ادعاهایی که از طرف مقامات صورت میگیرد. اجازه بتن. وقتی که قوانین و... برتر و یا فرد قوانین برتر اما در که قوانین افغانستان متاسفانا. روشن نیامده است که رئیس جمهور وقت استعفای والی متاسفانا. را قبول میکنه متاسفانا. یا برطرف میکنه صلاحیتی متاسفانه حکومت افغانستان بر مبنای یک توافق سیاسی پا نهاده حکومت افغانستان جایگاه جمهور... قانونی نداره افغانستان از این حکومت اوست نی حکومت تا با بود قبل اجازه بدین استعفا هیچ کسی جرأت و صلاحیت استعفا عطا محمد نور نداره که امضا بکنه خودشان استعفا داده بود استعفا دولتی دا داده بودن که روی یک تفاهم سیاسی به خاطر گزار از بحران آمده که شما من حیث یک والی با شرایط استعفا بده اجازه بدین شما ای روی یک تفاهم سیاسی به خاطر گذار از بحران کنونی بود که طرف مقابلش هر با یا شیشتن اجازه بتین نخست چی باید اجازه ما آنچنانی که میخواهیم تحقق قانون اما متاسفانه قانون افغانستان در اشوردبی اف شرایط کنونی دولت تعلیل است و قانون اساسی هیچ مورد استفاده قرار نداره اگر قانون تعلیل اه. می شود باید اعلام شود اعلام این وضعیت اعلام شده این وضعیت وظیفه حکومت است که باید اعلام بکنه و از این سیاسی خود باید بیرون بکنه امروز شما نیز رئیس نیست رئی جمهور را قبول نداره رئیس جمهور قانونی مردم افغانستان که آنچه برای مردم آمده باشد متاسفانه که رئیس جمهور نیست اساسی قانون اساسی افغانستان را قبول افغانستان ما قبول داریم در قانون اساسی, افغانستان, آمده است بفرم. که یک والی میتونه برطرف شود یا هم استعفاش کنه اما دا دا و در هم اما گفته شده است. که اما گفته شده که در قانون اساسی افغانستان که از رئیس جمهور است درست است که والی هر اراکین حکومت هم میتونه که برکنار بکنه بر حسب قانون و ماده قانون اساسی افغانستان اما وقتی وقتی رئیس جمهوری که خود خلاف قانون به تکیه به کرسی تکیه زده و هیچ جایگاه قانونی حکومتشان نداره حتی افراد اشخاصی که امروز در این نظام اومده شما فراموش نکنین که ایرای به یاد داشته باشین که هر کدام از یاد که حکومتشان اگر شما فکر ک... میکنین در تفاهم تفاهمنامه سیاسی بین ساران حکومت فعلی آقای نور جای داره جایگاهشان در کجاست در متنی که نوشته شده در مفهوم و در محتوای این تفاهمنامه نامه در کجا آقای نور جایگاه داره کاندیدی وقتی تفاهم سیاسی شد طرف مقابل ارگ ریاست جمهوری جمعیت اسلامی افغانستان بود و یکی از کاندیدای خود در کجای این تفاهم نامه آمده جمعیت شما اسلامی شما افغانستان شما شما ببینید از جمعیت اسلامی افغانستان به برگاه انتخاباتی منیس رسانه آزاد افغانستان مراجعه بکنید که کاندیدی عبدالله در تفاهم نامه آقای فرامند صحبت میکنین تفاهمنا... اگر شما میگین قانون اساسی جایگاهی نداره تعطیل از گفته شما اگر شما میگین رئیس جمهور انتخاب نکردین و قبول ندارین پس در تفاهم نامی همین حکومت که آقای نور و شما تاکید دارید دقیقاً جایگاه آقای نور در کجایش است جایگاه آقای نور اجازه شما بس متوجه باشین که وقتی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد از تیم اصلاحات و همگرایی عبدالله, عبدالله عبدالله که عنوان تیم انتخاباتی یا ستاد انتخاباتی جمعیت اسلامی بود دکتر عبدالله مطرح شد این در اینجا من کاندید در در نامه این مسائل که شما میگین مطرح شده نامی از محمدی نور از, از جمعیت اسلامی جا... گرفت. باشه ببین باسی جمعیت اسلامی افغانستان مطرح بوده و مطرح هست اما باسی که ولی در, تفاهم در تفاهم نامه ذکر شده در تفاهم نامه مستقیما تیم اردو تیم ستاد انتخاباتی تیم ستا انتخاباتی نه نه احزاب اما اما فراموش نکنین که از من هایی سی آمی و بانی دکتر عبدالله دایی جم مطرح بوده از کجا این صحبت و ها را میکنین؟ آنچه که شما آنچه که شما من هایی رسانه شاید بودین که تیم انتخاباتی اردو طرف این با امایت کیا امروز به ایجا رسیدن حمایت گروه دا ها و احضاب مختلف با خود مختلف. مختلف اما شما از حضب اسلامی احضایشان بود از طرف مشرقی افغانستان احضایشان بود مشرقی نه افغانستان. تنها جمعیت اسلامی بلکه احضاب دیگر نیست اکثریت از اینا گروه هایی بودن که با جمعیت اسلامی افغانستان اعتلاف کردن اگر ما بس این مشرقی مطرح میسیم یا شمال یا جنوب افغانستان همه به حمایت جمعیت اسلامی یک کاندید پیشتاز خود مطرح کردن دکتر عبد الله ولی عبدالله. از احزاب دیگر نیز وجود داشت آقای محمد خان خب 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 شما خب شاهد است. دقیقاً آقای احمد شا... احمد خان جناب استاد محقق و یک بار شما با اسناد و شواهد بر بگردین برگای انتخاباتی که دوران دکتر عبد الله سعی بکنید که مستقیم نوشته است که کاندید مستقل سند بوده, بوده میتونه دقیقاً کاندید جمعیت خب اسلامی افغانستان کاندیدای مستقل ریاست جمهوری نوشته شده بود و من هر کاندید مستقل من حیث. کاندید مستقل نخی... از طرف تکت انتخاباتی تحول دی... البته اصلاحات, اصلاحات و اصلاحات هم خیر مستقل نیست سند شواهد وجود داره برگاهی فیسبوک و حتی در هم موجود داره که از کاندید حالا می این بحث ما افغانستان مطلع آقای فرحمند آقای نور ادعا دارن که افراد مسلح با سلاحا و پول فرستاده میشه به بلخ تا حرج و مرج و نامنی ایجاد بکنن و آن هم از سوی شورای امنیتی ملی افغانستان و ریاست امنیتی ملی. این چنین ادعا فکر نمیکنید بدون اسناد محض ادعا هیچ چیز دیگری شما ببینید وقتی عطا محمد نور امروز من یکی از سیاسونی برجسته نتنها امروز افغانستان که به سطح فرامندقه امروز مطرح است و تمام دنیا از شخصیت از از چهره و از از کارکرده از اون امروز من والی یکی از ولایات و که تمام اکثریت مردم افغانستان امروز حمایت و پشتیبانی خود اعلام کردن شما فکر میکنید که عطا محمد نور اینقدر فاقد د کار هسته که بدون اسنادو شواهد اراعه می کنه طبعا در شهر مزار شریف وادث خیر وادث اخیر ک حوادث اخیری که امروز بشنوین وقتی وضعیتی که امروز در شهر مزار شریف حل لزه شهر امن و سکون و ثبات و امنیت و اقتصاد در تمام افغانستان چنین وضعیتی دیروز شما شاهد حمله بر مراسم جنازه در ننگرهار بودید در روز قبل در پای از آن در پایتخت افغانستان بودین و همه روز شما واقعیات ای امنیتی را می‌بینید حالا ای آقای والی والی پیشین بلخ جناب نور اگر این چنین ادامه کنه فکر نمی‌کنین باید شواهد وجود داشته باشه با شواهد شم من هایس یک شهروند دفاعی خوده از ای شواهد به ای میکنیم آنچه بر نسمزفاع واقعیتی که امروز روزگار بالای مه سلطه کده استبدادی که امروز بالای مه هسته وضعیتی که شکننده دالت سسکسکبخانیزد و هر کسی بگوید که در این ولایت از طرف امنیت ملی و شورای امنیت ملی افراد مسلح فرستاده میشه دقیق صدایشان در کابل از طرف امین دورگان شد در نگرهار از طرف امین دورگان شد اگر شما ادعا دارین که وضعیت امنیتی را در نظر گرفته شواهد است پس می خوام چی من ایس یک شهروند افغانستان وضعیتی که بالای حاکم است فراموش نکنین که رئیس جمهوری افغانستان آنچنانی که شما امروز مطرح می رئیس جمهوری افغانستان کسی که به ارکی قدرت تکیه زده قدرت در انصار خود گرفتن هر روز وضعیت شکننده شده میره متاسفانه اراده به خاطر تغییری وضعیت نیست بجز از مسائل خیلی کوچکی که مطرح می سازن همیشه آیا لازم است که جناب اشرف غنی در این شرایط کنونی ده همچون مسائلی که افغانستان دارد داد دو اگر تاری... از الزامیت صحبت میکنین آقای فرحمند. آیا من یک شهروند افغانستان من حیث یک جوان روشنفکر فکر جایز است آقای نور همچنین ادعای بکنن آیا فکر نمیکنین که وقت شما دورگان خیلی مهم که من حیث تیر تمام قوت ارگان های امنیتی افغانستان تعیین میکنه بالا اینها شما ادعای وارد بکنین و اتهام ببندین که از توریسم حمایت میکنید و آن, آن هم بدون سند آنچنان که در سخنانشان ایراد ای فرمودن و ما هم منایس شرمندای افغانستان از تمام نیروهای امنیتی خود قلبا سپاسگزار هستیم و هر روز امی جوانان هستند که امی امنیت نسبی امروز گرفتن متاسفانه متاسفانه ایو استبدادی که امروز این حکومت گرفته و این حرکات ناخردانه و غیر منطقی که امروز حکومت در پیش گرفته انتقاد عطا محمد نور یا افراد اشخاصی دیگه که در اصل بالاخره اعضای سیاسی و شخصیت های مطرح هستند بالای نیروهای امنیتی افغانستان نیستند اینا مستقیما انگشت انتقادشان بالای عمو ستون پنجی هستند که داخلی گفتن از, آدرس از طرف شورای امنیتی, امنیتی از طرف افغانستان شورای امنیت و امنیتی ملی افغانستان فرد را نام نگرفتند دو معتبر افغانستان را متهم ساختند افغانستان وقتی که بحث میشه افراد و اشخاصی هستند که با حمایت بیرونی ولی آقای, یا آقای نور آنچین این چیزی که گفته چیزی از این دو نهاد نام بردن نام بردن امروز نه تنها فرد نام نبردن آقای, آقای اجازه آقای اتا محمد نور نه تنها اقایت محمد نور شهروندای افغانستان وضعیتی را که میبینن همه انسان هستیم دانش داریم فهم داریم درک داریم میدانیم که اینمی حکومت وقتی که ضعف ناکارگی از این است اگر این ای حکومت در پی ای مسائل دستاندازی و افراد اشخاصی هم شاید دا ای داخل که کار نکنن چگونه میتونن که وضعیت افغانستان در موجودیت قوای نیروهای بین در افغانستان و هیچ تجهیزات و امکاناتی که در صحبت کردین اجاد... که لازم چی آقای نور چنین ادعاي ميكند لازم است افکاری آمد در کل مردم در افغانستان آیا بالای ارگان امنیتی اعتماد داشته باشه بعد از این صحبت ها؟ امروز اجازه بتین مردم افغانستان از سیاسون تا به فرد عادی مملکت همه بالای نیروهای افغانستان به خصوص با این فرزندایی که امروز در خط نبرد مبارزه میکنن بالای همگیشان دل ما جمع است بالای همگیشان افتخار میکنیم اما ادعایی که آقای نوری و افراد اشخاص بلندپایه حکومت و سیاسون و شهروندای عادی افغانستان میکنن حق هر شهروندی که تو امروز بالای از خون ما میشی از استفاده میکنی مکان موتر زده از اما متاسفانه حقی که اینو شهروندای افغانستان, هر آن چیزی که دلشان خواست اتهام ببنده که ما میگیم ما شهروندی افغانستان وارث این مملکت هستیم و این مملکت از خون پدرای ما ساخته شده شواهد صحبت شواهد... میکنه آقای فرامند <متحدث> شما استاد دانشگاه چرا فراموش نمیکنین شو... بدون شواهد چگونه پشت یک سخن میگردین که اصلا به شما ثابت نشده ثبوت و شواهد وضعیت که نداره. امروز شکننده که سیاسی و نظامی افغانستان به چی وضعیت قرار بالاتر از دیگه میشه که قبال شما برای شما ثابت بسازیم امروز وضعیتی که هر روز انتحار و انفجار و جنگ پس حکومت به خاطر چی است اینجا که نامش حکومت مونده این رئیس جمهور به سر قماندان نظامی افغانستان که امروز به قدرت تکیه زده چی وظیفه داره که امنیت گرفتن نمیتونه شورای امنیت ملی افغانستان چی وظیفه داره به جز از توتیه دیگه کار برنامه اینا دارن متاسفانه که هیچ چیزی وجود نداره چرا پشتی مسائل خرد و کوچک همیشه میگذارن که ولایت بال امروز اگر نماد شهر سازندگی افغانستان توتیه میخوانید آن چی که آقای نور میکنه چی است اون که آقای نور میکنه دو نهاد خیلی معتبر افغانستان رو متهم میکنه متهم حمایت نیسازن. از توریسم نهادش هم مستقیما متوجه باشین که متوجه به اشخاص و افرادی که به منایس ستونی پنجم در دا داخل نظام رخ نکردن و از ملت افغانستان از حتی از داخل همین نظام از داخل همین ارگان خون میگیره هر روز شما ببینید که امروز در ریاست دای امنیت ملی چی حادثه رخ داد یکی از ارگان های برجسته کشفی نظامی افغانستان چی حادثه رخ داد دیجان دا ای این در بغل ارگ ریاست جمهوری که شورای امنی امنیت وجود داره می تانکر انفجار میکنه این از کجا میشه کلیزیا تابن اصلا آقای اگر این, این چنین بود آقای نور چرا والی شد و چرا پذیرفت آقای... دومین مساله برگ آمدن نور. با آقای برای جمهور فعلی محمد اشرف غنی روابط خیلی حسنه را ایجاد کردن حتی خودشان گفتند در فضای بسیار سمیمانه به ایشان را نوشته کردند که با گفته خودشان شرایط دان مطرح بود مبحث جداست اکنون... در آن وقت آیا وضعیت همچنین نبود یا امروز دفتن بعد از قبولی از استعفایشان همچنین شد؟ از اموز زمان تا به اکنون امروز متوجه باشین یک مسئله که متاسفانه با آن چنانی که حکومت افغانستان دولت ناکارگی و ضعف خود داره و ایر قبول بکنین که امروز بانجنانی که در سخنان قبلیشان وزیر صاحب داخله و افراد اشخاصی که در اصل نظام قرار هست هستن افراد اشخاصی که میپذیرند نقص و وضعیت شکننده سیاسی را همچنان ملت افغانستان شاهد این از فراموش نکنید که کشورهای منطقه به خصوص در اینجا و غربیات افغانستان به خاطری به آوردن منافعشان در هر کاری دست میزنند امروز بحث این وضعیت شمال آنچنانی که آقای عطا محمد نور اشاره کرد و شما گزارش ها را دیدین که آقا حتی گزارش از زبان خود رئیس جمهوری پیشین افغانستان آقای کرزای و شخصیت های دیگه یک شمال افغانستان اجازه اجازه بتن. حالا این مسائلی که شما میگین نظر با فرضیه ها و تحلیل ها همه چیز شما گفته میتونین ولی بدون ثبوت این چنین ادعا ممکن است دومین مسئله آقای نور وقت این چنین صحبت میکنه نظر حالا نتیجهش با چی باشه رئیس جمهور را قبول ندارد رئیس اجرا را قبول ندارد امنیت ملی افغانستان را به این چنین اعمال متهم میکنه و همچنان شورای امنیت ملی را پس اقای نور چی میخه من هيسي یک فردي که در راستي یک حزب با اقتدار افغانستان یعنی جمعیت اسلامی افغانستان اسبی تمام عام شمول افغانستان امروز مردم و ای از کجا میدانیم که جمعیت اسلامی جمعیت همه شمول است جمعیت اسلامی افغانستان آنچنانی که شما عضو آخی... این جمعیت هستید ما عضو جمعیت نیستم شما سخنگوی شان هستید من سخنگوی جمعیت نیستم و خانچه که بر مسئله حقایق است اجازه بتین امروز شما شاید بودین که با یک تعرض و عمل غیر منطقی و یک توطیه که تمام ایار بالای والی بلخ تاخت تازی حکومت کرد شما ببینید که اثر تا سر از جنوب تا به مشرقی و شمال افغانستان بیشتر ای ای از 70 80 فیصد افغانستان امروز در پلوی تا محمد نور سوال مطرح شد که شما پرسید مولوی پاسخ را دریافت نکردیم که حالا این مسائل جدیدا بعد از قبولی استعفایشان به وجود آمده قبل ازی هم از این دا وجود داشت اگر وجود داشت چرا نگفتن همیشه صدای خود بلند کردن و همیشه بوده اما امروز دولتی است که شمال افغانستان تحت قیادت قرار دایش قرار بگیره آتو محمدي نور منیس رئیس اجرایی کې چې جامعې اسلامي او مردم د پالوي شتاداس مکلف به پاسخګو به مردمه خو داس مکلف اس کې د مقابل ان چې کې گزارش سیاست میګزره کدام قانون شما صحبت میکنید اما قانون که آقای والی را والی ساخت دوباره قانون هیچگاه آقای والی را والی نساخته پس چی ساخت والی خود بود والی هست و تا به نظر به کدام کدام قانون. شو وقتی که شما والی میگین آیا ولایت میگن؟ بلخ را به قبالا گرفتن و قبالا نگرفته حق, حق مردم افغانستان است حق مردم افغانستان است چرا حکومت پشت یک ولایت دیگه را نمیگیره چرا حکومت پشت کاری که در اولویت کار شما در نظام افغانستان قبول دارین رئیس جمهور قبول رئیس اجرایی های امنیتی نظام قبول داره نظام افغانستان خانه مردم افغانستان از ما پس در یک نظام وقت یک شما مکلف میشین آقای نور 13 سال بود بعد از آن چرا باید روی این چوکی تاکید بکنه چرا آقای اشرف غنی احمدزی امروز روی چوکی خود تکیه زده بر مسند کدام قانون شما میگین که آقای نور او را تفاهم کرد که بالاخره باید این چنین حکومت ایجاد شا. تفاهم کردن پس وقتی که تفاهم کردن او در جای خودش و ای دا جای خود بهترین رای حل میریم روی انتخابات پس, دا پس هر کس در جای خود باشه طالب هم بیا دایش دا هم دایش دا دایش دا فرزند افغانستان نیست که به جای خود باشه طالب هم بیا فراموش نکن که این جمعیت اسلامی به می عطا اجازه بدین اجازه بدین امی عطا محمد نور و امی فرماندهان جدید اگر طالب هم میگه قانون قانون ندارم ما حق دارم اینجا باشم به حکومت گرفته شد پس صورت تفاوت بین آقای نور و طالبان چی است مگر مگر شما فراموش کردین که آتوم محمد نور و شخصت های دیگه مجاهدینی که در طول تاریخ مشت آهنینه با چیره ی امی طالب پنجابی و امی یهود نصرای که بالای منتجاوز کرد و امروز در مقابلش ایستاد شد شما میبینین یک یک شخصیت برجسته ملی را با طالبی که آدمکش و خائن و جان مردم افغانستان را میگیرن با کسی تفاوت شمی است که فرزندی وطن است اما او بیگانه است شما یک بیگانه را با فرزندی اصلی افغانستان مقایسه میکنید بسیار تشکر با حمید که پس از خبر هم پای ترسی گی حغ مو گوخته یو دید خبرونه اندول سره برابر د حکومت لورې متاسفه را هیڅ وغادر نشول چې موږ سره په دې بحث کې برخه واخلي خو د په هانتونو ساده او په اني حالت کې دوی وایي چې دا تمامه نور یو پلاوی دی دغه سرګندونو کې چې ستاسو خدمت وړاندش باندې ځکه خبرونه هم پاتره سو پاک الله ومل